ای سلام بچه‌ها، خوش اومدید به نسخه 24 آذر ماه 1401 موزیکای این هفته، برنامه‌ای که توش من اصولا تا اپیزود قبلی موزیکای هفته گذشته رو بررسی می‌کردم توی فضای رپ فارسی و کلا موسیقی ایران، ولی الان حدود دقیقا به روز سه ماهه که من ویدیو نذاشتم. امروز 24 آذره و من آخرین موزیکای این هفته رو 24 شهریور آپلود کردم، دقیقا سه ماه گذشته. توی این سه ماه اتفاقای زیادی افتاد، موزیکای زیادی منتشر شد و این روزای سختی هممون تجربه کردیم، روزایی که پر تجربه های عجب غریب بود که احتمالاً سابقه مواجهه باشون با این شدت رو نداشتیم و روزایی بود که میگم هممون از یه جهاتی محک خوردیم واسه یه چیزی که جلو رومونه و اتفاقی که به هر حال میفته یه موقعی. و اینکه من توی موزیکای این هفته این اپیزود میرم سراغ موزیکایی که تو چند ماه اخیر منتشر شده، تو چند ماهی که فعالیت نکردم منتشر شده، به نظرم جذاب بود و به نظرم موزیکایی که اومدن تعدادشون خیلی بیشتر از اون چیزی بود که فکر میکردم. وضعیتی که توش بودیم، اون چارچوبی که آرتیست ها میتونن توش تولید اثری که دوست دارم بپردازن، خیلی کوچیک کوچیکتر شد. اون پنجره اوورتونی که مفاهیم مورد قبوله که توسط آرتیست تو این فضا منتشر بشه، همش تنگ و تنگتر شد و دیدیم که آرتیستا خروجی هایی که دارن مفهومشون چی میگن، چیزی که توشه در اصل خیلی به هم نزدیک شد. جبهه هایی که شاید قبلا اون ربطی به هم نداشتن، همه یه لباس پوشیدن و به یه مسیر شروع کردن فعالیت کردن و طیف، یعنی وقتی که میگیری مفهومی که میتونی راجبش صحبت کنی رو انقدر محدود میکنی، انتخاب آرتیست ها واسه نحوه نگاه کردن به اون فضایی که دارن راجبش صحبت میکنن من از آن اهمیت خیلی زیادی پیدا میکنه و جذاب میشه. آرتیست هر کدوم نگاه منحصر به فردی دارن و همونطور که توی این لیست میبینیم، بیشتر این اپیزود شبیه نظر دادن من راجب یه سری موزیک توی این بازه زمانی منتشر شد و میگم عموما موضوع مشترکی داشته. اول از همه سراغ کاتگوری یخ. موزیکای این هفته به 3 تا کاتگوری تقسیم میشه: یخ، ولرم و داغ. یخ موزیکایی که من دوست نداشتم، پیشنهاد نمیکنم، از موزیکای بدی بودن. ولرم موزیکای این باشون سوسو بودم، میخواستم راجعشون حرف بزنم. و داغ موزیکای پیشنهادی هفته منن. قبل از اینکه بریم جلوتر بچه‌ها، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت بذارید. من 3 ماه میگم نبودم، کانالم تکید ویوهاش تقریبا 1/6 شده. و خب بریم سراغ کاتگوری یخ. اول اصلا جدا از این، کل حرفایی که توی این ویدیو میذارم فقط نظر منه، هیچ اهمیتی جدا از اون و فارغ از اون و بالاتر از اون نداره. هر کس میتونه نظر خودش راجع به هر کدوم از این آثار شکل بده و میتونه چطورونه طرفدار باشه یا بدش بیاد. اولین چیزی که توی کاتگوری یخ میریم سراغش، یکی 1401، یکی از خروجه عجیب تری که این چند وقتی من شنیدم. لیتو، سیجل و خلسه توی این ترک کنار هم قرار میگیرم. یه ترک اعتراضی طور از یه سمتی که انتظار نداشتی میتونی ترکی بیرون بیاد رو منتشر میکنن. اعضای مختلف زدبازی و اون دایره بزرگتر زدبازی که لیتو، خلسه و آدم های اینطوری اون زدبازی ورسی که دوروبر خودشون دارن، تو این مدت خیلی شروع کردن به شستن برند خودشون. سامان ویلسون که یکی از اعضای هسته‌ای زد بازیه، سرمه عجیب سامان ویلسون سرمجی و جهتگیریشون کلا سرمه عجیب غریبی به این برند زد و یه جوری برندش ترک داد از وسط و هر کدوم از اونها میبینن که به طریق خودش هیدن، به طریق خودش، به اون افتضاحی که میره بیرون، سیجل به طریق خودش و از اون طرف جی جی به طریق خودش دارن به شستشوی برند خودشون میپردازن جلو میرن. ولی واسه من عجیبیش اینه، تو اگه میخوای برند خودتو بشوری، چرا باید خروجی دیریلی بدی که مثلا در مورد لیتو و سیجت صحبت میکنم به وضوح سالها سرک این ضعیفی ندادن بیرون. وقتی نمیتونی روی یه چنین بیتی بشینی، وقتی که
فلوت میشه که اده دده اده دده، اینو مثلا 20 ثانیه تکرار میکنیم به عنوان فلوت رو بیده درید. بعد هیچ حرفی هم واسه گفتن نداری، هیچ دیدگاه جذابی واسه ارائه کردن ندارید. میگم تلاش موفقی میتونست باشه این شستنه، ولی انقدر خروجی ضعیف بود و دور از اون چیزی بود که مخاطبای احتمالا هاردکورشون انتظار داشتن ازشون. که میگم کورس لیتو توی این ترک جدا یکی از بدترین کورسایی که من تا حالا تو زندگیم شنیدم. ورس لیتو سیجل افتضاح خلصه به طرز عجیب غریبی یه ورس خفن آخر کار اضافه کرده که دیگه تا اونجا که برسید ترک تقریبا واسه تموم شده است. یعنی فکر کنم آدمای کمی به ورس خلصه برسن حتی، ولی اگه برسی بهش یه چی میگن ستاره جذابی اون آخر ترک وجود داره که ورس خلصه است. بعد از اون میریم سراغ ترک گل زندگی از ددان و سیجل، یکی از ترک‌های دیگه‌ای که توی همون مسیر شستن برند که داشتیم راجعش صحبت میکردیم از سیجل منتشر شد تو این چند وقت اخیر. سیجل به نظر میاد یکی از اعضایی که خیلی تلاش داره که جایگیری خودش رو برخلاف اون هسته اصلی زدبازی نشون بده و نشون بده که همراه این جریانی که داره پیش میره. و میام اینم که دیگه از اون تلاش هست، واقعا هیچ چیزی جز این نیست، یعنی هیچ حرفی جز این نداره، هیچ ایده‌ای جز این نداره، صرفا من اینم یه بیانیه طوره. در مورد این ترک بیانیه تو هم جلتر یه حرفی دارم. بعد از اون میرسیم به ترک تو کشورم از ویناک. اولین ترک ویناک تو این سه ماه بود که فکرم داشت، یه ترک دیگه هم داریم که جلوتره. اولین چیزی که توی ترک نظرم رو جلب میکنه ادلیبایی که به زور روی ترک چپونده شده. میگم مثلا وسط یه ترکی داریم که این موضوعی صحبت میکنی ادلیب بنگ بنگ چیفکیف مثلا شنیدنش نمیدونم در خدمت چی واسه چی اونجا وجود داره. یا تو کشورم هنرجام اسکرسکرد میدی چون میگم یک از خروجی نهایی که داری میدی کم میکنه، نه تنها اضافه نمیکنه بلکه کم میکنه. میفهمم که چی میگن تلاش شد واسه تصویر سازی داشتی یه چنین چیزی توی ترک، ولی میگم انقدر استفاده اوورتی ازش شده بود که به خروجی نهایی واقعا صدمه میزد. ولی جدا از اون بعد بریم سراغ ترک آخری که دور کاتگوری یخ داریم، ترک بچه از آلرزو و فورتم. فورتم یکی از کسایی که من خیلی وقت کریرش رو مالی کنم، تقریبا از موقعی که از توقی چنین چیزی رو داده بود بیرون دنبالش میکنم. آرتیست خیلی خوبیه، خیلی همش امیدوارم، سن کمی داره، هنوز پتانسیل خیلی زیادی واسه پیشرفت داره، ولی بچه تلاش خوبی نبود از هیچ نظری که بهش نگاه کنی. به نظر من آهنگسازش اندر موریو اسکرپی بود، اسکورپی بود که من دوست داشتم. ساوند انجینیر کوپی، دیستریبیوشن پروجکت منیجر آردا میتروف و آرتورک ام بی 23 آرتورک کریت بای سی. اول از همه راجع به آلرزو صحبت کنم که آلرزو من این دومین ترکی ازش شنیدم، ترکم سولو منتشر کرده بود قبل این ترک شنیده بودم. آلرزو به نظر من همه چیش نسبتا سر جاشه بجز اون وکال چینی که واسه ضبط صداش به کار میبره. به نظر من هنوز صدای اصلی که باید واسه خودش داشته باشه و به اون بشناسنش رو پیدا نکرده. در صورتی که فورتم مشخصه که اون صدا رو پیدا کرده، میدونه چه مسیری رو باید پیش بره. ولی ترک خالی از میام ترکی که تو کاتگوری یخ بودن توی این بازه زمانی واسه من، به طور خاص این ترکی که میبینیم خالی از هر ایده جدید یا حرف جدید. یا مثلا تو بچه تلاش شده بود یه نگاه جدید به قضیه بشه، ولی نگاه انقدر کرینجی بود که نبودنش و بودنش ارجحیت داره. میدونی چی میگم؟ و اینکه جدا از همه اینا آرت ورک کار واقعا خجالت آوره. یعنی وقتی میخوای از یه آرت ورکی کپی کنی، آرت ورک The Voice of the Heroes لیل بیبی و لیل درک که یکی از پرفروش‌ترین و پر استریم‌ترین آلبومای بود که توی دو سال اخیر منتشر شده، همونو گذاشته، یعنی واقعا همونو گذاشته و روش شروع کرده کشیدن، ولی نتونسته حتی همون مسیر رو هم تمیز پیش بره. مثلا دیتیلی که توی بک‌گراند کار توی افق داری به کار میبری، اون میدون آزادی دیتیلش، میزان دیتیلی که توش به کار رفته با بقیه پس زمینه که تو همون فاصله رو نگاه کن، بس صورت یهو با اینقدر دیتیل. یه دلیل داره که توی این آرت ورک صورت لیل درک و لیل بیبی مشخص نیست، واسه اینکه یعنی نشون دادن دیتیلای صورت توی این مسیر که داره پیش میره، این سطح دیتیلی که توی نقاشی به کار برده احتمالاً واسش منطقی نبوده. ولی اینجا می‌بینیم که یهو بی ربط دیتیل صورت اون دختره توی کار، میگم در واقع اسکی خیلی ضعیفیه، اسکی خیلی افتضاحه. حتی اون تیر چراغ برقا هم می‌تونی ببینی که تنبلانه ترین حالت ممکن از ستا به یکی تقلیل داده شده و فقط یه رنگ خون بهش اضافه شده. خیلی بده، خیلی افتضاحه.
خب بعد از اون میریم سراغ کتگوری ولن و موزیکایی که باشون سوسو بودم مثلا راجعشون حرف بزنم. یه لحظه یادم انقدر این اسکی عجیب غریب بود واسه مثلا لحظه آخه یه موقعی از یه چیزی اسکی میکنی که هیچکی ندیده، اوکی نوش جونه اصلا خوبه که این چیزی که هیچکی ندیده رو به چه شما رسوندی خب، ولی دیگه مثل چی نمیدونم اسکی تو این لول واقعا زشته. آخه نکن بعد یه موقعی تو از یه ایده کوچیک مثلا یه کاری مثلا دی آرت ورکیه 32 تا ایده توش هست خب، تو دو تا از ایده رو میگیری تو کار خودت به کار میبری اوکی خب، مثلا کروم بودنش مثلا چه میدونم هر چیز دیگه میخوای به کار میبری خب، ولی اینکه همون ایده رو یعنی هر 32 تا ایده رو بیای با کیفیت پایین‌تر اجرا کنی در این حال اون 32 تا ایده هم جزو مثلا 100 تا ایده معروفمون سال باشه. خب ترک بعدی ترک دلم تنگه از وینا که وینا کاراکتر جالبیه با گذر زمان با گوش دادن کاراش با اینکه بگیر نگیر زیاد داره و فراز و نشیب زیاد داره خروجیاش، ولی من در بین نجیب میستم که وینا با سقف پتانسیلش فاصله خیلی زیادی داره. این ترک هم ترک جالبیه، یه ترک که وینا توش از لنز خودش داره ایران رو یا تهران رو بهتر بگم واسه ما به تصویر میکشه، از لنز خودش داره زندگی و این روزا رو به تصویر میکشه و لنز خودش لنز عجیبیه، لنزیه که احتمالا خیلی از ماها دسترسی بهش نداریم و خیلی از ماها تو روزمرهمون نمیتونیم از اون لنز به زندگی نگاه بکنیم و خیلی خوب اون لنز رو واسمون طراحی میکنه و تنظیم میکنه که دقیقاً ببینیم که چی داریم میبینیم. یه مقدار به نظر من ترک میتونه پرپیمون‌تر باشه، یعنی ایده خیلی جالبی بود، مسیر خیلی باحالی بود، ولی ایده به اندازه کافی کش نیومده بود به نظر من، خیلی بیشتر جا داشت که باز بشه و به نظر من دوست خیلی ترک محکم تری بشه، ولی در مجموع ایده جذابی من دوست داشتم. اگه ویناک دوست دارید این ترک رو دوست خواهید داشت. بعد از اون میریم سراغ ترک یادم نرفت از آیسم، یکی از ترکایی که اوایل آبان منتشر شد، حالا آرت ورکش من خیلی دوست دارم، یکی از آرت ورکای مورد علاقه من تو این چند وقت بود و دیدین لوگوی این پایین کارو این لوگوی این پایین کارو اتوماتیک آفیشال میکنه، اصلا لازم نیست چی بنویسی، اسم ترک با این نوشته با یه دونه یه سری مربع با اسم آیسم نه لوگوی آیسم نوشته یه نه کره است کره بیزی طوره هیچ چی نیست این پایین، هیچ چی نوشته این کامل میتونه برداشته بشه، ولی به کار مثلا کوچولو بودنش و شارپ بودنش اون زیر به کار چیز نمیدونم سوگ میده به کار، نمیدونم چی بگم، کار کار پوریاس احتمالاً، یا خود نه خود کار خود سمه، کار خود سمه، اون کار خود سمه. خروجی نهایی خروجی شخصی بود، میدونیم آیسم یه آدمی بود که از اول استارت داستان خیلی درگیر بود توش و توی این ترک آیسم مستقیم روبروی داستانی که باهاشون مواجهیم قرار میگیره، خیلی مستقیم تر از اون چیزیه که احتمالاً از یه نفر مثل آیسم که تا الان اونقدر شخصیت کامل خودش رو جلوی مخاطبش قرار نداده دریافت میکنید و به نظر من خروجی خوبی بود، ولی با بهترین خروجی آیسم فاصله خیلی زیادی داشت. این ترک رو میتونستم تو داغ بذارم ولی نمیخواستم داغ شروع بشه واقعا، اگه تو هفته های دیگه امکان داشت رده داغ قرار بگیره توی داغ میذارم شستم ترکی هم نرفت من تو داغ میذارم، یادم نرفت دوست داشتم الان که فکر میکنم آره. خب یادم نرفت رفت داغ. خب بعد از اون میریم سراغ ترک آرتا همه فهمیدن با بیت That Guy Made مسترینگ سمیلو پرودوس بای آرتا آرت ورک اماد بیارزه. این ترک بدی نیست، یعنی هر جور نگاه کنی ترک بدی نیست، آرتا حرف واسه گفتن داره اتفاقا خوب روی دیل ظاهر میشه اینجا. یه چیزی که من از منو خیلی جلب کرد این بود که چرا باید توی یه چنین نمیفهم چرا یعنی اکثر ترکی که تو این حال و هوا داره منتشر میشه از این مخصوصا سمت رپ فارسی داره روی دریل پیاده میشه، من اینو نمیفهم، یه پایبندی به ترند دریل در این حال که وضعیت 360 درجه تغییر کرده رو من نمیفهمم. جالبه ها بدم نیست لزوما، ولی واسه من جذابه که چرا این اتفاق داره میفته، چرا هنوز با اینکه همه دارن بگا میرن به دیریله پایبندن همه، این ترکیده اینو باید داشته باشیم، اینو من نمیفهمم، چرا واقعا بیشتر شنیده میشه ترکی که دیریل منتشر میشه، بعد یه چکی بکنم بیارم. بعد از اون میرسیم به شخصی ترین ترکی که احتمالا تو این لیست بهش میپردازیم
ترکی به نام خدایی که از امین تی جی، یکی از آرتیستایی که جدیداً جز آرتیستای مورد علاقه من شده. من بک کاتالوگ امین تی جی رو تا حالا جدی گوش نده بودم، چند وقت اخیر گوش دادم و واقعا فن امین تی جی شدم، یعنی زیاد گوش میدم امین تی جی رو. هفت واسه گفتن داره با اینکه خیلی جالبه، از یه مرحله از دلیوریش باید بگذری تا به اون مغز کار برسی. خیلی جذاب، کلن طرفدار کژوال هیچ وقت امین تی جی دوست نخواهد داشت نظر من، ولی یه سری طرفدار هاردکور عجیب غریب پیدا میکنه که احتمالا خیلی باش حال میکنن. امین تی جی حواست دومش باشه. میگم بیشتر یه بیانیه است یا یه ترک به نام خدایی که، و میگم با هدف اینکه رو ریپیت شنیده بشه تولید نشده، و یه کاری که من بهش احترام میذارم، میگم یه ترکیه که کلا امین تی جی تو این مدت خیلی فعال بوده، یه ترکیه که همه حرفاشو توش چفونده و به روبترین حالت ممکن گفته، و بعد از اون میریم سراغ کاتگوری داغ که این هفته فقط دو تا ترک توشه. اولی بدون شک ترک اینم واسه، این یکی هم واسه، از هیچ کس رو داریم. اولا آرت ورک این کار، من حدسم اینه که این آرت ورک با AI جنریت شده، حدس اولم اینه. خب موقع نمیدونم چرا این یه شیبی وجود داره که میدونید من حس میکنم که این کار نمیدونم، اگر آدم درست کرده باشه اینو خیلی تعجب میکنم. حس میکنم آرت ورک با AI جنریت شده و کار جذابی که چیز داره این کار میکنه. فکر کنم واسه یه ترک قبلیش هم این کار کرده بود اگه اشتباه نکنم. اما واسه کاور کاورارت فدایی هم من دقت نکردم، شاید نوشته بود که کس دیگه درست کرده، ولی اگه با AI جنریت شده باشه من اونقدر تعجب نمیکنم. از یه طریقی، حالا لزومن این که فقط تکست پرامپت بدی نه، اینکه مثلا عکس خورده شده باشه، ولی جدا از اون هیچ کس این یکی هم واسه به نظرم بهترین ترکی بود که توی این مدت منتشر شد. یه ترکی کوبنده پرشور که هدف مشخص داشت، مسیر مشخص داشت و دقیقا کاری که میخواست بکنه کرد، مختصر و مفید بود، تو ده پوینت بود و تأثیری هم که میخواست به نظر من گذاشت و داره میذارن. یکی از ترکایی که احتمالا تو آینده بلند مدت خیلی بیشتر بهش در موردش قرار صحبت بکنیم و بهش قرار فکر بکنیم. آرت ورک خیلی چیزا رو میگه، خیلی آرت ورک عجیبه، یکی از آرت ورک های مورد علاقه من بود. این نقاشی شبیه اینه. خب بعد از این میریم سراغ ترک آخری که تو کاتگوری داغ داریم، ترک آیسم یادم نرفت، تو داغ یادتون نره. و بعد از این میرسیم به ترک آرزومینه از یانگ سادن، بازم یکی از ترک های شخصی تری که تو این روزا منتشر شد. آرت ورک این کار خیلی مهمه. بازم سادن همیشه بین خودش و مخاطباش یه دیوار بود، یه جلیقه ضد گلوله بود، یه ماسک بود. اینجا سادن با لباس همون آدمای عادی، بغل همون آدمای عادی داره حرفشون رو میزنه. خیلی موقعیت جالبیه و خیلی جایگاه جالبیه، به طور خاص واسه سادن که برندش رو خیلی تمیز پیش برده بود، خیلی ازش نگهداری کرده بود، و اینجا میبینیم که یهو خودمونه سادنی که یه تقریبا به عنوان یه بازیگر، یه کاراکتر مثلا تلویزیونی میتونی مثلا میتونی بهش نگاه کنی، انقدر کاراکترش رو خوب درست کرده بود. اینکه یهو پرده رو برمی‌داره و به یکی از خودمون تبدیل میشه لحظه خیلی عجیب غریبیه و لحظه خیلی با ارزشیه، لحظه‌ای که به نظر من برند سادن تغییر کرد و تونست به لول بعدی توی کریرش برسه با این ترک. و ناامیدی تو کورس و بغضی که توی کل ترک داره موج میزنه، ترک یکی از منحصر به فردترین خروجی‌های سادن تبدیل کرده. ولی خب این بود ترکی که این هفته میریم سراغش. بچه ها دمتون گرم که بودین، سابسکرایب کنین، کامنت، لایک، اینا معرفی فلان. میبینمتون، روز خوبی داشته باشید. آزادی موقت جادی مبارک. جادی یکی از مهمترین کساییه که فکر کنم من توی سفر تولید محتوایی که دارم ازش الهام گرفتم. دمتون گرم، میبینمتون.